سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از جدیدترین صحبت‌های خانم گیتی خامنه، مجری برنامه‌های کودک در دهه 60 و 70. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. زیر گنبد کبود نام برنامه‌ای که در اون آقای حکایتی و دوستانش سعی می‌کنن در قالب نمایش برای بچه‌ها قصه بگن و این مطالب رو به نوعی به اونها یادآوری بکنن. گوشه‌ای از این برنامه رو همراه با شما می‌بینید. خانم گیتی خامنه متولد 24 اسفند 1343 در تهران از مجریهای قدیمی برنامه‌های کودکن. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته هنر با گرایش کارگردانی و فوق لیسانس تهیه کنندگی ادبیات نمایشی و روانشناسی از دانشگاه نورتریج کالیفرنیا دارن. توی خیابون امیریه 4-5 ایستگاه پایین‌تر از میدون حسن آباد به دنیا اومدن و فقط یک برادر کوچیک‌تر از خودشون به نام محمد دارن که 5 سال اختلاف سنی دارن. ایشون در مورد کودکی خودش گفته: کودکی من مثل بسیاری از کودکان با نعمت وجود والدینی پایبند به اخلاق و باورمند به عشق گذشت. دختری از طبقه متوسط، از هر جهت معمولی و تنها، تا زمانی که برادر کوچکی با ورودش به جهان انحصاری اون دنیایش را دگرگون کرد. دختر کوچیکی که در سایه عشق بی‌نهایت سلطان قلبش پدر، شاد و جسور و کنجکاو و پر جنب و جوش و در پناه وجود اقتدار مادر عاشقش به هوش و مراقبت کودکیش رو با سر زانوانی همیشه زخمی گذرونده. ایشون در مورد کشف استعدادش در مدرسه گفته: ادای احترام میکنم به آقای هاشم محمدزاده که به مدرسه ما اومدن و منو انتخاب کردن و باعث شدن اینجوری زندگی کاری من تا به امروز فوق‌العاده رقم بخوره. ایشون امروز متاسفانه در قید حیات نیستم، ولی کوچکترین خدمت این انسان به من این بود که باور کنم من هم میتونم جزئی از تغییرات کوچیک و بزرگ زندگی بقیه باشم، مخصوصا کودکان. سال 1358 وقتی که 15 سالم بود، اولین اجرای خودم رو توی گروه کودک و نوجوان صدا و سیما با حقوق ماهیانه 2500 تومان شروع کردم. بعد تحصیلاتم رو توی دبیرستان به اتمام رسوندم. تحصیلات دانشگاهیم رو با زبان انگلیسی شروع کردم، بعدش به کارگردانی سینما تغییر رشته دادم. بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم، اولین تجربه ساخت فیلم درباره کودک رو تجربه کردم. بعد از اون نقش دستیار کارگردان رو توی بعضی از فیلم‌ها به عهده گرفتم. سال 71 وقتی که فقط 28 سالم بود، توی فیلم از چرخه تا راین صدا پیشگی رو تجربه کردم. بعدش وارد حوزه هنری وزارت ارشاد در رابطه با بازبینی و انتخاب فیلم کودک شدم. ایشون از سال 58 تا اواسط دهه 70 یک روز در میان مهمون خونه هایی بود که توی اون کودکان و نوجوانانی بودن. به جرأت میشه گفت یکی از مسلط ترین و حرفه‌ای ترین مجریای تلویزیون ایران توی سالهای بعد از انقلاب بود. سال 1373 وقتی که خانم گیتی خامنه 30 سالش بود، برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کرد. ایشون بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه نورتریج کالیفرنیا دوره فشرده تهیه کنندگی برای انیمیشن رو از دانشگاه UCLA کالیفرنیا دید و با موفقیت اون رو به پایان رسوند. ایشون در کشور آمریکا فعالیت‌های دیگه‌ای هم انجام دادن، مثلا به مدت 3 سال دوره‌های روانشناسی مرکز بهزیستی در شهر بیورلی هیلز رو گذروندن. ایشون همچنین مدرس تئاتر و زبان فارسی به کودکان و نوجوانان دو زبانه ایرانی آمریکایی توی چند مؤسسه غیر انتفاعی هم بودن. مدت کمی هم به عنوان مدیر برنامه ریزی مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا در اوکلند مشغول به کار بودن. این خانم مجری که در سال 73 در 30 سالگی به آمریکا رفت، تا اینکه بعد از 15 سال زندگی و کار در سال 89 به ایران برگشت و وارد بنیاد سینمایی فارابی شد.
ایشون مدتی توی برنامه خانواده که از شبکه 2 پخش میشد مجریگری کرد و در نهایت در اردیبهشت 95 وقتی 52 ساله بود از صدا و سیما بازنشسته شد. ایشون در مورد سبک زندگی و رژیم غذایی و ورزشش گفته تا حالا توی زندگیم رژیم نگرفتم چرا که ورزش جزو لاینفک زندگیم بوده. اما الان 2-3 ساله که بعد جوری تنبل شدم، دلیل اصلیش هم شلوغ بودن بیش از حد استخرهای بانوانه. خانم خامنه دستی هم در نوشتن داره. داستانهای کوتاه و اشعار و مقالات ایشون در زمینه کودک و بزرگسال در مجلات ادبی معروف به چاپ رسیده. ایشون همچنین عضو انجمن شاعران حوزه هنری سازمان تبلیغات بوده. در مورد ازدواج ایشون اطلاعی در دست نیست، اما ایشون خودشون در مصاحبه‌ای گفتن من فرزندی ندارم، اما به جاش میلیون‌ها فرزند دارم و به این هم اعتقاد ندارم. برای اینکه کسی فرزند تو باشه باید حتما نسبت خونی با تو داشته باشه. اما حالا این مجری خوب و خاطر انگیز برنامه های کودک در دهه 60 و 70 در مصاحبه جدیدی در مورد عاشق شدنش گفته. ایشون در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال عاشق شدین، گفت بله من عاشق شدم. البته من برای فرار کردن از جواب دادن به این سوال توی برنامه معروف دور همی مهران مدیری هم شرکت نکردم، ولی بله من 3 بار عاشق شدم. دفعه اول که عاشق شدم منجر به نوشتن یک کتاب شعر هم شده، اما همچنان در مورد ازدواج و زندگی مشترکشون چیزی نگفتن. در ادامه ایشون گفتن من با مرگ خیلی مأنوس هستم، یا حداقل اینجوری فکر میکنم. مرگ از هر واقعیتی واقعی تره. مرگ تنها پدیده غیر قابل انکار عالم که برخلاف باقی چیزهای دنیا در مورد همه و در همه جای دنیا بدون هیچ تبعیضی عادلانه و یکسان عمل میکنه. ایشون در مورد ماجرای پیشنهاد کیارستمی هم در مصاحبه‌ای گفته سال 1372 بود که آقای عباس کیارستمی فیلم زیر درختان زیتون رو می‌ساختن. من توی این فیلم منشی صحنه و دستیار ایشون بودم. یادم آقای کیارستمی از من خواستن نقش خودم رو بازی کنن و من متاسفانه اون زمان به دلایلی قبول نکردم. به جز همکاری هم با آقای کیارستمی دستیار آقای قاسمی جامی هم بودم و با آقای ابراهیم حاتمی کیا هم به عنوان دستیارشون همکاری داشتم. بریم سراغ اولین بخش از برنامه‌های امروز، نقاشی‌های خوب شما. زریه نظری 7 ساله از تهران، نرگس علمی 10 ساله از تهران، سیاوشان 7 ساله باز هم از تهران. ولی نقاشی کار دوستمون محمود صابری 11 ساله از مازندرانه. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.